سلام عزیز، دلم اون که حالتون عالی باشه. من در باقری با یک ویدیو اون دیگه خیلی خوش اومدید. خوشحال میشم قبل از اینکه ویدیو رو ببینی چنل یوتیوب من رو سابسکرایب کنی، زنگوله بغل رو بزنی تا از جدید آموزش ما با خبر بشی و این ویدیو رو لایک کنی تا من انرژی بدی. تو این ویدیو قرار بهتون یاد بدم چطور در عرض چند دقیقه به راحتی یک تکس فوتو خیلی خفن مثل این طراحی کنی و ازش لذت ببری. بهت پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشی. خب بریم سراغ آموزش. طبق معمول عکسی که می‌خواستم برنامه‌ریزی تو فتوشاپ کردم که شامل یه دونه عکس سوژه من و چند حالت تکسچر هست که فعلا بهشون نیازی ندارم و اینا رو خاموش میکنم. در اولین قدم کاری که میخوام بکنم اینه که یک بک‌گراند ایجاد کنم. حالا این بک‌گراند که میخوام ایجاد کنم میخوام با عکس سوژه من یکی باشه که میام از قسمت ادجاستمنت ها سویل کالر رو میزنم و اوکی میکنم. خب چرا همون اول اوکی کردم؟ به خاطر اینکه سویل کالر فقط رنگ هایی رو میگیره که بالاتر از لایه خودشون باشه. واسه همین که چون سوژه من لایه پایین ترش هست، واسه همین اینو میارم پایین و بعد دوباره روی پالت رنگیش کلیک میکنم و روی اون قسمتی که میخوام کلیک میکنم تا اون رنگو ایجاد کنه. اگه من روی هر قسمت از عکس کلیک کنم و این قطعه چکون، همون حالتو یا همون پالت رنگی رو انتخاب میکنه که من قسمت دارکشو میخوام و روی همون کلیک میکنم و اوکی رو میزنم. خب وقتی که این کارو کردم در قدم بعدی میام چیکار میکنم؟ اولی لایه تکسچر خودم روشن میکنم و کنترل تی رو میزنم و بلندینگ مودش از حالت نرمال به اسکرین تغییر میدم و تا حالا میام سایزشو بزرگتر میکنم تا کل کادر منو بگیره. خب اینجا نظر اوکی و اینتر رو میزنم. خب اگه دقت کنیم این تکسچری که من مودشو از حالت نرمال به اسکرین تغییر دادم یک حاله سفید مانند به روی خودش داره که من میخوام این حاله سفید رو از بین ببرم. واسه این کار کافی بیام از قسمت ادجاستمنت ها لول ایجاد کنم و این گزینه رو بزنم که این تغییرات فقط روی همین لایه اعمال بشه که حالا کافی کم اینو به سمت راست بکشونم به اون حالت سفید از بین بره. اگه من الان این لایه رو خاموش کنم متوجه میشید که چقدر تاثیر داشته. خب وقتی این کارو کردم حالا میرم روی لایه تکسچر بعدی اون رو روشن میکنم، دوباره همین مرحله تکرار میکنم، کنترل تی رو میزنم، همین سایزش رو بزرگتر میکنم تا عکس منو در بر. خب اینجا نظرم اوکی و اینتر رو میزنم. حالا بلندینگ مودش از حالت نرمال به اسکرین تغییر میدم. خب روی مود اسکرین به نظر من اون حاله سفیدش خیلی زیاده، واسه همین اون رو تغییر میدم به حالت لایت، اون حالت سفیدی کمتری داشته باشه. خب دوباره میتونم چیکار کنم؟ دوباره میرم از قسمت ادجاستمنت های لول ایجاد میکنم، این گزینه رو میزنم و کمی به سمت راست میکشونم تا اون حاله سفید از بین بره. خب در مرحله بعدی دوباره تکسچر بعدی رو روشن میکنم، کنترل تی رو میزنم و سایزش رو بزرگ میکنم تا کل کادر منو بگیره. خب به نظر من اینجا اوکیه و اینتر رو میزنم. خب اینجا یه خوره حالا سفید افتاد، یه خوره بزرگتر کنم حالا سفید از این بره. خب دوباره میاد تکسچر بعدی رو روشن میکنم، بلندینگ مودش از حالت نرمال به اسکرین تغییر میدم، اسکرین که بازم یک حالا سفید بهم داد میزم روی لایت. هر موقع دیدین وقتی از یک تکسچر استفاده میکنید و بیش از حد داره اون حاله سفید مانند و به عکستون میده، کافی از بلندینگ مودش از حالت نرمال به لایت تغییر بدید یا به بلندینگ مود های دیگه تغییر بدین تا ببینید کدوم حالت بهتره. خب تا اینجای کار من تمام تکسچر ها رو اضافه کردم و اون رنگی که میخواستم به کل کاور خودم دادم، یعنی بک‌گراند دادم و حالا میخوام تقریبا رنگ و نور کل کارامو با هم مچ کنم که برای این کار کافی بیام از قسمت ادجاستمنت ها دوباره یه دونه لول ایجاد کنم و این بار این گزینه رو نمیزنم. بعد حالا میام کامو رو سمت راست میکشونم تا یه خورده اون نورها و رنگ هایی که اضافه که هست تیره تر بشه. خب تا اینجا تقریبا کارم تموم شد، فقط در مرحله آخر میام تکس خودم اضافه میکنم. حالا تو آموزش بعدی بهتون یاد میدم که چطور به راحتی بتونید تکس گرافی کنید یا حتی کالیگرافی کنید، که تکس گرافی منظورم اینه که یک حالا از اون حالت وقتی مت از اون حالت ساده خودش در بیاد بهش تکس گرافی یا کالیگرافی میگن. البته کالیگرافی شامل سایه هایی هم میشه روی مت که بهتون در آینده آموزش حتما بهتون میگم و میذارم توی کانال خودم. خب مت خودم رو گذاشتم و در آخر حالا که میخوام رنگ خودش رو عوض کنم میام از قسمت ادجاستمنت ها یه دونه هیو سچوریشن میزنم و حالا میتونم از قسمت هیو به سمت راست یا به سمت چپ بکشونم و اون رنگی که میخوام رو تغییر بدم و ایجاد کنم. خب آموزش ما تا اینجا به پایان رسید. مرسی که تا اینجا ویدیو ما همراه بودید
امیدوارم که این آموزش واسهتون کاربردی باشه. خوشحال میشم که برای حمایت از من دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله بغلشو بزنید، لایک کنید تا از ما حمایت بشه تا بتونیم واسهتون ویدیوهای خیلی خفن تر، آموزش خیلی خفن تر بزنیم تا در کنار هم دیگه پیشرفت کنیم. تا آموزش بعدی فعلا خدا نگهدار.